سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الله علی اجمعین الى یوم الدین. خب در بحث علم باری تعالی که حالا اینجا بحث موطن علم نبود، اما به همین مقداری که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، گفتارهایی صورت گرفت. یه دو تا سه تا نکته مختصر دیگری عرض بکنیم که به بحث وسع کرسیهو برسیم. ببینید، یکی از نکات این است که ما چون علمی که میشناسیم، این نکته بسیار بسیار دقیقیه، علمی که ما میشناسیم علم اصولیه. علم اصولی یعنی چی؟ یعنی این شیء که در خارج است، من وقتی میخوام به این علم پیدا بکنم، صورتی از این تو ذهن من وارد میشه، من به اون صورت علم پیدا میکنم. این شیء سر جاشه. 100 نفرم به این نگاه بکنن، 100 تا صورت تو ذهن هر کسی از این شکل میگیره. هر کسی با اون صورت ارتباط برقرار کرده، از این شیء منتقل شده به اون صورت. منافات ندارد که این شیء رو بذارن مثلا توی تلویزیون، میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر از این صورتی برای خودشون ایجاد. اینا معارض نیست. علم من با علم شما، با علم دیگری، با علم دیگری معارض نیست، چون این شیء یه چیزی در خارج. اما کسی به این کاری نداشته. اونی که صورت علمی رو ایجاد کرده، اون چی بوده؟ اون صورت بوده و اون صورت برای همه امکان پذیر، چون کلیه اون صورت، چون کلیه میتونه میلیون ها میلیون، میلیارد ها میلیارد فرق داشته باشه. اما علم حضوری اینجوری نیست. علم حضوری اگر میخواد علم حضوری به چیزی تعلق بگیرد، صورت حائلش نیست. علم حضوری به تار و پود وجود شیه. وقتی که علم حضوری به تار و پود وجود شی میشه، چیزی باقی نمونه برای کسی دیگری که بخواد علم به اون پیدا کنه. دقت کردید؟ یعنی اگر یه علم حضوری به این تعلق گرفت، دیگه جا برای علم حضوری دیگری باقی نمانده. چرا باقی نمانده؟ چون تمام تار و پود و وجود این تحت اون علم است. این در حیطه معلوم بودنش معلوم اون حقیقت است. هر تصرف دیگری برای علم دیگری تصرف تو اون باید تلقی بشه، تعارض و معارضه با اون باید بشه. ما این رو چون تصور صحیح ازش نداریم، بعد علم خودمون رو، علم خدا رو، علم دیگری رو قابل تصور برامون که این علوم هیچ مزاحمتی با همدیگه ایجاد نمی کنن. اما اگر علم حضوری شد که از صورت حاصل نبود، بلکه خود تار و پود وجود شی شد، اونم به خصوص در اینجا که می فرماد لا یحیطون بشیء من علمه، از این که فرمود لا یحیطون بشیء من، هم به شیء آورده هم من آورده، که هر کدام به سر چی هستن؟ بشیء خودش یه تبعوضی است، من علمهی هم یه تبعوضی است توش، یک در حقیقت تبعوض تو اینا دیگه. نشون میده که این علم علم ذاتی هم نیست. علم چیه؟ علم فعلی حق است. علم فعلی حق وحدت دارد به لحاظ حق، اما تبعوض بردار است به لحاظ معلوم. تبعوض بردار است به لحاظ چی؟ به لحاظ معلوم، به لحاظ مخلوق. این تبعوض بردار، چون علم فعلی، اسماء فعلی به لحاظ مخلوق قابل چی هستن؟ امکانی شدن هم هستن، عیب نداره. به لحاظ خالق واجبه، اما به لحاظ مخلوق چیه؟ این دو طرف پیدا میکند دیگه. این طرف باعث میشه که در حقیقت به لحاظ همون طرف اشراقیش هم، همون اضافه اشراق اونجا در حقیقت به لحاظ او ممکن بشود، به لحاظ او قابل تبعوض بشود. لذا این بحث علم رو اگر در حقیقت کسی درست تصور بکند، اون وقت بعد تا میفرماید که یعلم ما بین ایدیه و ما خلفهم، بلا فاصله انسان خود به خود بدون اینکه بخواد خدای سبحان بفرماید دنبالش من لا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء، دیگه امکان نداره علم دیگری. اگر علم او تعلق گرفت، درسته جا برای علم دیگری نمیماند. لا یحیطون بشیء من علمه، علم برای دیگری امکان پذیر نیست، مگر اینکه این شی به همین مقداری که شأن او میشود علم به این پیدا کند. فقط و فقط به لحاظ چی هستش؟ اون دیگری که میخواد عالم بشود از دیگری بودن خارج بشه، شأن بشه، دیگه در مقابل حق نباشد، شأن حق باشد. به مقداری که البته شأن حق باشد، میتواند به علم در حقیقت این علم که علم حضوری است راه پیدا بکند. پس علم حصولی مزاحمتی نداشت علوم مختلف، افراد مختلف نسبت به هم دیگه. هر چند در اونجا ما عرض کردیم که معرفت صنع رب است،
فقط ما مقدمه‌شو میتونیم ایجاد کنیم، اونم سر جای خودشه. در اینجا بس در حقیقت ادقه که اصلاً علم اگر علم حضوری بود نسبت به خدای سبحان که هست، جا برای علم دیگری باقی نمیماند مگر اینکه چی باشد؟ به همون نسبت مظهر رب باشد. مظهر رب شدن، ظهور رب شدن به همون نسبت در حقیقت ماشاء است. نمیدونم تونستم این مسئله رو تثبیت. خیلی بحث مهمیه که تو همیشه تو مباحث علم و اینکه خدای سبحان علمش در عرض علم ما نیست، این نیستش که اذن بدهد ما هم عالم بشیم. نه، اصلا اینجوری نیست. اذن بدهد ما هم عالم بشیم یا در حقیقت اذن ندهد که ما عالم نشیم، نیست. بعض در این است که وقتی او علمش حضوری بود، جا برای علم دیگری باقی نمیماند، چون علم حضوری تمام وجود این شعر رو پر کرد. مثل این میمونه که اگر خدا خالق اینه، میشه یه خالق دیگری داشته باشه؟ این راه نمیمونه. این خالق بودن تمام تار و پود این خلق الهیه، دیگه جا برای خلق دیگری نمیمونه. اگر خدای سبحان احسن الخالقینه، نه به این لحاظ است که دیگران هم خالقن، اصلا امکان نداره خلق، چون وجود ایجاد کردنش تار و پود او رو فقط به دست خداست که ایجاد بکنن. علم حضوری هم از همین سنخ هست. این اگر خوب تو ذهن جا بیفته، شکل بگیره، بسیاری از معضلات رابطه به اصطلاح علم خدای سبحان، علم تو نظام عقل و تجرب مجردات رو، این علم تو نظام مجرد اصلا اینا رو خیلی رو حل میکنه. بله بله بله، اصلا خود این وجود رو خدا اینجور قرار داده که بتونه این اذنه، یعنی این علم به خودش رو اذنش همین در حقیقت قرار دادن این طور است که این طور بتونه اصلا برای این احکام بار میشه. اگر این علم به خودش رو اذن نداده بود، غفلت بود نسبت به خودش امکان داشت، اصلا این احکام معنی نمیداد، کسی رو خطاب کردن معنا نمیداد. همین که خطاب معنا میده معنی است که علم حضوری به خودش دارد. حتی فرد خواب علم حضوری به خودش داره. چرا؟ چون اگه صداش کنی علم حضوری نداشت بیدار نمیشد. اینکه علم حضوری به خودش داره صداش میکنی بیدار میشه و جواب میده و بلند میشه. اگر نبود خطاب معنا نداشت، هیچ تفهیم و تفاهم معنا نداشت، هیچ بحث و نشور معنا نداشت. به این چه ربطی داشت؟ این یه وجودی بود هیچ فهم و شعوری نداشت. چون علم به خودش نداشت هیچی نداشت. همین در حقیقت علم به خودشه که همه فهم و شعورها رو مرتبط با این میکنه، همه چیزها به این مربوط میشه. دقت کردید؟ پس این اذن الهیه در این که میخواد این رو مکلف کرده به این که تکالیفی داشته باشد، خود به خود این مکلف کردن اذن سابق رو داده که علم به خودش داشته باشد. بله. خود علم حضوری با هم جمع میشه، ولی میشه بشر علم حضوری پیدا بکنه؟ علم حضوری، حالا دیگه این بحث دقیقه، سوال خوبی هم هست. اگر من میخوام علم حصولی به این پیدا بکنم، درسته که نسبت به این شیء خارجی علم من حصولیه، یعنی یه صورتی حائل شده به چی؟ بین این و من، درسته که اون صورت رو انتظار کردم از این تو ذهن من الان شکل گرفته. اما علم من به صورتی که تو ذهن منه چیه؟ اون حضوریه دیگه، اون علم حصولی نیست، اون دیگه یه صورتی حائل بینش نیست. پس حتی علوم حصولیه درسته که نسبت به این علم حصولیه، اما نسبت به اون صورت چی هستش؟ علم حضوری. پس علوم حضوری مبتنی بر علوم حضوری هستن. پس علوم ما برگشت پیدا میکنند همشون به علم حضوری. پس اصلا مبنا علم، و اگر علم میخواد حضوری باشه، من به شیئی علم پیدا کنم، حتما باید رتبه قبلش به خودم عالم باشم، خودم به خودم عالم باشم تا این علم من محسوب بشه. و الا اگر خودم به خودم عالم نباشم، علم من نیست، ربطی به من ندارد. تونستم عرض برسونم؟ خیلی بحث مختصر اما بسیار مختنم، یعنی مختصر بودنش از مختنم بودنش کم نکنه. جای بحث داره این بحث، اما در این حال چی هستش؟ این اختصارش، سلام علیکم، این اختصار شما رو نسبت به خلاصه اختنامش از دست ندید. بله، مردم در علم حضوری اگر متأخر رتبت هم از عالم باشه، بله، یعنی رتبتش پایین تر باشه، پس چطوری گاهی انسان عالم به صفات الهی میشه؟ یعنی معلوم صفت، یکی از صفات الهیست انسان به او علم پیدا کنه. اول سوالتون رو نفهمیدم، اولش چی بود؟ معلوم در علم حضوری مخلوق اون عالمه، یا
میشه. به روایت شما شاید بفرمایید که متأخر هست به لحاظ رتبه از اون عالم. بله. رتبه ضعیف است. اگه اینجوری پس چطوری میشه که انسان علم حضوری به صفات الهی پیدا میکنه؟ حالا که صفات بالاتر هم از اون انسان. البته معلوم مخلوق نیست به معنای دقیقش. چون ما قابلیت ایجاد میکنیم برای اینکه اون معلوم در درون ما ایجاد شه و الا اگه مخلوق بود باید انسان داشته باشه تا خلق کنه. من یه چیزی رو که جاهلم ندارم چجوری خلق کنم؟ اگر انسان که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا مگه نیست؟ درسته؟ این لا تعلمون شیئا چطور میتونه این همه معلومات پیدا کنه از نداشته‌هاش؟ قابلیت پیدا میکنه برای اینکه خدای سبحان افاضه بکنه، عقل فعال به او افاضه بکنه، درسته؟ اما این قابلیت در حقیقت فعل من البته منتها در اون جایی که انسان صورتی رو از اون شیء خارجی از شیء خارجی که دیده در مرعا و منظرش قرار گرفته بنابر اقوالی که هست در وجود خودش انشاء میکند، ایجاد میکند، این صورت خارجیه مبدع شد عقل فعال در وجود. عقل فعال یعنی اون عقلی که در حقیقت معلم بشر است، او در حقیقت سبب شد که از این انتقال پیدا کند به این مسئله. یعنی ایجادی که این داره میکنه به امداد و کمک و به سببیت عقل فعال است، ولی خودش که نداره که اینو از اول انشاء بکند و ایجاد بکند. پس حتما به امداد معلم بیرونی است که اون عقل فعال است. حالا میگیم بیرونی هم به لحاظ نگاه اولیه ماست که بیرونیه، منتها درونی میشه نه اینکه دارم، درونی میشه یعنی تو لایه های درونی من از سیر انفسی این شی ایجاد میشود، نه سیر آفاقی که بیرون جدای بینونت مادی باشد. نه بله، این لایه هم بشه این علم ما شا و علم آدم الاسماء کلها که ما بله. همه رو دادیم از ابتدا به کی؟ به آدم. به آدم. خب به من؟ از این میخوام بگم بالاخره این کل مولود این یولد علی الفطره، همه به علم حضوری همشو اول دارن، بعد قرانه کنن تا علم به علم پیدا کنن. چی رو دارن؟ علمشو دارن ولی علم به علم ندارن. نه ببینید چی رو دارن؟ فطرت رو که دارن، اون ببینید اون توحید و اون فطرتی رو که دارن که الستو ربکم قالوا بلا، او یه بحث اجمالی بسیط ساده ایه، نه این تفاصیل کثیری که تو نظریات به دست میاد بعداً، نه اون علم الاسمایی که این همه در حقیقت دقایق توش ایجاد میشه. دقت کردید اونی که داره چی هستش؟ یه علم بسیط اجمالی است که همون تعبیری که در رابطه کودک به کار برده میشه که وقتی کودک به دنیا میاد گریه‌هاش چیه؟ گریه‌خند توحیده. منتها گریه‌خند توحیده یعنی غیر از سببیت واحد در عالم هیچ سببی رو نمی‌بیند، اما این سببیت واحد رو بسیط می‌یابد در عالم، نه اینکه یه سببیت با همه اون تفاصیل و شروح و همه اون احکام و نتایج. اینجوری که نیست که، و الا خلاصه انسان بود از اولش عالم مطلق باشد. نه اینجوری نیست. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بی‌معنا میشه. جمع بین این دوتا معناش این است که یه علم بسیطی اونم به صورت بسیار بدیهی اولی، بسیار بدیهی اولی تو وجود این هست که این مقدار او رو میکشوند که وجود عدم رو متفاوت میبیند، وجود عدم رو متفاوت، جمع بین اینا رو ممکن نمیبیند. همون علم بدیهی اولی اشتباه متناقضه که او مییابد که هست هستی، اما این شؤون هستی و این کسرات هستی رو، این همه در حقیقت حقایقی که از این هست، اینا رو که نمییابد که، اینا رو تو متاوی زندگیش و رشدش پیدا میکند. اینا البته محفوظ همین مقدار اونو. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگری هم هستش که تو بحث دیروز عرض کردیم که اون جهل به مدبر، که مدبر جاهل باشد به لحاظ سیطره مدبر، این به اصطلاح شوق ایجاد میکند. این در حقیقت خودش یک کمالیست. منتها عرض کردیم که جهل مطلق که نیست، اولا باید حتما در حقیقت به اصطلاح مرتبه از چشیدن باشد تا، اما این جهل هر چقدر رمزآلودتر میشه برای این چی میشه؟ جذابتر میشه. حالا روایتی که در اینجا من نوشتم که برای دوستان ذکر میکنیم، روایتی است از امام سجاد علیه السلام، ابی حمزه سومالی به اصطلاح نقل کرده که قال قلت لعلی ابن الحسین علیهما السلام لای علت حجب الله عز وجل الخلق عن نفسه، چرا خدای سبحان به اصطلاح خودش رو محجوب کرده از در حقیقت خلق، نفس خودش رو از خلق محجوب کرده؟ قال ان الله عز وجل بناهم بنیتن علی الجهل، یا بنیتن علی الجهل، بنیتن علی الجهل مخلوقات رو خلق کرده. این بنیتن علی الجهل همون عبودیت مطلقه است
که این بر جهل اصلا بنای وجودیش. منتها این جهل، جهل مذمومه یا جهل ممدوحه به نظر شما؟ یه موقع میگیم جهل جهل مذموم است، یه موقع میگیم جهل جهل ممدوح است. جهل ممدوح یعنی امکان علم دارد، یعنی این رو خلق کرد به گونه‌ای که امکان علم براش هست. بنیتن علی الجهل، درست الان جاهله اما امکان علم دارد. این بنیتن علی الجهل که در حقیقت این استعداد رو داره نشون میده، بنیتن علی الجهل با استعداد، یعنی استعداد در حقیقت چی هستش برای این؟ علم هست، یعنی قوه علم هست. این بنیتن علی الجهل یعنی مخلوقه. یه موقع به دیوار میگیم جاهل، درسته؟ یه موقع به یه انسان میگیم جاهل، انسانی که قوه علم داره. لذا خدا میفرماید که ان الانسان چی هستش؟ ظلوم جهول است. انه کان ظلوما جهولا، که این دو تا تعریفه برای انسان که قبول کرد امانت رو، چون ظلوم جهول است. ظلوم است چون امکان چی دارد؟ امکان در حقیقت اگر ظلم رو از ظلم، اگر ظلمت بگیرن نورانیته، اگر از ظلم ظلم بگیرن عدالته. از این طرف امکان عدالت براش هست و از اون طرف ظلمت در حقیقت که نور باشه، و از طرف دیگری چی هست؟ جهول است. یعنی اونم جهول، نه به جاهل، جهول است. این جهول بوده شدت مبالغه در چیه؟ در جهل، که استعداد رو دلشون میده که شدت علم رو که علیم باشد براش امکان پذیر میکنه. ببینید این نگاه که بنیتن علی الجهل خودش یک کمال برای انسان، که این جهل انسان رو میکشاد به سمت اینکه وقت هر جا میبیند که علمی هست و این ندارد عاشق میشه. لذا انسان عاشق علم است، عاشق کمال است، عاشق اون چیزی است که ندارد. اگر این رو درست تبیین بکنیم که انسان عاشق اون چیزی است که ندارد از جهت کمالی، اون وقت باعث میشه که اینجا بیان میشه که وقتی مدبر رو میبیند که او تدبیر او رو به عهده دارد و سلطه ایمنه سیطره مدبر رو میبیند، عاشقانه تحت تدبیر او حرکت میکند و خودش رو تحت تسخیر او قرار میدهد. ولی الا به ماشاه، یعنی بعدش الا به ماشاه میشه حصولی رو حضوری، یعنی ما به اون مثلا چون علم حصولی احاطه نمیاره. اگر فرمود لا یحیطون بشیء من علم، نفرمود لا یعلمون بشیء من علم، لا یعلمون بشیء من علم شامل علم حصولی هم میشد، اما چون من علمه، من علم خدا، علم خدا علم حصولی نیست. لذا لا یحیطون بشیء، حتی این فرمود لا یعلمون بشیء من علم، چون علم علم خداست، حتما علم حصولی خارج بود. نه خدا علم حصولی رو علمش نداره، دقت میکنید؟ اما علم حصولی علم حق نیست، چون علم ارزشمندی نیست. علمی است که مربوط به حدود و ماهیاته، نه به وجودات و حقایق. یه حائل دارد، ضعفه. بله، انسان ها احاطه علمی و احاطه وجودی الا به ماشا عرض کردم که لا یحیطون بشیء من علمه، چون داره احاطه رو به چی میگیره؟ من علمه میگیره. از قرینه من علمه چی استفاده میشود؟ چون اولا احاطه فقط تو علم حضوریه، نه تو علم حصولی، چون علم حصولی احاطه نمیاره. این شیء سر جاشه، من خلاص علم حصولی هم دارم، چی اصلا احاطه نمیاره. علم حصولی اصلا احاطه نیست، چون اصلا این صورت، من به اون صورتی که در حقیقت علم دارم احاطه دارم، نه به این. اما علم الهی احاطه میاره. لذا ایشون هم فرمود لطف داره در اینجا، من لطف خفی، مال این است که علم حضوری است و علم حضوری احاطه میاره. لذا لا یحیطون بشیء من علم، وقت تازه غیر از اینکه بشیء من علمه، نشون میده که این احاطه مرتبطه با اون من علمه که علم الهیه، پس علم حضوری رو شامل نمیشه. بعد فرمایش حضرت عالی هر چی جهل بیشتر باشه شوق بیشتره نسبت به کمال. اگر کوتاهی نشده باشه تو از بین رفتن استعداد، بله، یعنی در حقیقت جهل بیشتری که ادراک به صورت بگیره. ببین هر چقدر ادراک نیاز صورت بگیرد و فهم به جهل صورت بگیرد، شوق به حرکت بیشتر میشه. بله، یعنی انسان هر چقدر به فهمت جاهل تر است، درسته، شوق به حرکت بیشتر میشه. بله، اگر نداند بسیط باشه جهلش، یعنی اصلا علم به این جهل نداشته باشد، جاهل باشه، ولی خب این جهل علم نداشتن که حرکت نمیاره. لذا یقظه جایی ایجاد میشه که ادراک نیاز میکنه. هر چقدر ادراک نیاز که نداریه، این جهل نداریه، فقر، هر چه شدیدتر بشه چی میشه؟ شوق به برطرف کردنش و اون کمال بیشتر میشه. پس به طبع هر چی که یقظه بیشتر بشه دوباره این جهل بیشتر میشه. یعنی هر چی یقین بیشتر میشه چی میشه؟
هر چی یقین بیشتر میشه فهم مجهولات بیشتر میشه که مجهول بیشتری داره. لذا هر کی عالم تره ادراکش نسبت به جهلش بالاتره، که جهل به خیلی چیزا داره. لذا پیغمبر اکرم اگه فرمود رب زدنی علما، او تمام وجودش این علم رو طلب میکند، چون میفهمد حالا بین او و بین رب چه حقایق عظیم نیست که چی هستش از او مستتره. ما چون نمیفهمیم طلب اونجوری هم نداریم. پس هر کی عالم تر میشه، لذا منهومان لایش و آن طالب العلم و طالب ما طالب علم، هر چی در حقیقت دنبال علم میره عاشق تر میشه، شیفته تر میشه، چون میفهمه تازه جهلش چقدر زیاده، تازه در حقیقت داره. لذا یه موقع میگن تو اصول کافی خوندیم، یه موقع جاهل میگه من نمیدونم، یه جاهل مردم مثلا عادی که اهل علم نیست میگه من نمیدونم، یه موقع یه عالم میگه من نمیدونم، این عالم نمیگه من نمیدونم، لا ادری من العالم نصف العلم، این نصف علمه، چون این خودش سبب حرکت این دوباره میشه برای کسب و تحصیل و پیدا کردن مجهولش. ولی کسی که نمیدونه مجهولی داره، همه عالم برش مجهول باشه، این فرقی نمیکنه. این مشغول کار گفت داشت از اون لب دیگ میخورد، میگه اینجوری نخور، خورد نکش از لب دیگ، مثلا عقلت کم میشه. گفت هان عقل چیه؟ گفت نه با تو نبودم، تو بخور. یعنی خلاصه این یه موقع اگه کسی عقل رو نمیدونه چیه، علم رو نمیدونه چیه، که جهل معنی نداره. این جهلش بسیطه، نداره نداره، خیلی هم معاقبم نیست، کاری هم خیلی. گفت عبادت میکنه، آقا این چه عباداتی؟ گفت خلاصه عقلش چقدره؟ گفت خب از اینا نپرسید آقا، قدرت تمیزه؟ گفت اینا، گفت لا یعبأ به، اگر اینجوری تو روایت دیگه اصول کافی بود، لا یعبأ به، بین اعتنایی نیست که به مقدار اون عقل. عقل یعنی همون فهمی که فهم نیاز میکنه، ادراک این میکند که ندارد تا حرکت به سمت علم براش محقق بشه. اهل شرایط معلومه، امروز قصه نذاریم بخونیم ما. اینکه احکام پشت سرش مصادر شده برام منکشف نیست. یه سرش از همین بابه، یه سرش از همین بابه که او بود. لذا میفرماید که خدای سبحان به میتوانست آدم رو جوری به شیطان نشون بده که خود به خود شیطان در برابر آدم خاضع بشه از بس عظمت آدم رو ببینه، اما ندید و بهش امر شد که خاضع بشه. اگر خضوع پیدا میکرد اینجا، لذا همونجا میفرماید که اگر خدا میتوانست انبیا رو، شاید خطبه قاصه نهج البلاغه باشه، که خدا میتوانست انبیا رو جوری خلق کنند از جهت زینت و جمال ظاهری و قدرت و سیطره ظاهری، به طوری که هر کسی میدید اینها رو چکار بکنه؟ کاملا خاضع بشه، به خود و نخود خاضع بشه، مثل سلطان ها و در حقیقت ملوک. اما اینجا اختبار صورت نمیگرفت، کمال صورت نمیگرفت، چون این سیطره ظاهری سبب چی شده بوده؟ خضوع شده بوده. هر موقع این سیطره، کوه طور رو بر سر یهود در حقیقت خدا قرار داد، اینها سرشون کردن سجده گذاشته بودن، بعد هم از زیر چش نگاه میکردن، میگه از زیر چش نگاه میکردن، اگه کوه رفت کنار اینا بلند شن، یعنی به زور اینها رو در سجده نگه داشته بود. یعنی این در حقیقت کمال ایجاد نمیکنه برای این. گاهی لازمه یه جایی هم اینجوری هم باشه، عذابهای الهی بیاد یه همچین کاری هم بکنه، اما این دائمی نمیخواد باشه، چون کمال باید با اختیار محقق بشه. همین جاست که لذا پنهان ماندن علت احکام مال این است که آدم بداند امر الهی است، بگه خدایا من نمیدونم چرا، اما نمیدونم این علتش چیه، اما تابع محض تو میشه. بعد مثل این میمونه، مثالشه دیگه، مثالش مثل این میمونه که تو دنیا به توی رحم انسان وقتی به بچه نگاه میکنن، این دست داره، پا داره. اگه بچه خودش اونجا میتونست بفهمد اینا که دست و پا داره، فرض مسئله است، چشم داره، اونجا یا چه ربطی داره آخه، به چه دردی میخوره اینجا، به چه دردی میخوره؟ اون شعور نداره، نمیشه الان نشونش داد که عالم دنیا چیه، که بعد از این تو خواهی وارد شد و هر کدوم از اینا نباشه چه فقدانیه برای تو، چه عذابیه برای تو. الان اینجا این باید رشد کنه تا اونجا به کارت بیاد، درسته؟ احکامی که در دنیا برای ما در حقیقت جعل شده، بیانش برای اینکه با شما اونجا چه کار خواهد کرد خیلی سخته، چون ما اونجا رو نچشیدیم، نمیدونیم. ما اینجا توی یه عالمی هستیم که با علم حصولی سر و کار داریم، با خیلی در حقیقت از غفلت و نسیان، اما این احکام و این واجبات و این محرمات ترکش برای ما چه عذاب و جوارحی رو ایجاد میکند الان، چه وجود رو در ما شکل میده که وقتی وارد عالم از قبر به اونور میشیم، بعد تازه ببینه هر کدوم چقدر به کار میاد، هر کدوم اونجا چه کارایی داره، که نبود یکی از اینها اونجا چه علمی است، چه در حقیقت
سختی داره. تلاش میکنن گاهی تحلیل بکنن تا حدیش به اصطلاح مثل این میمونه که امام سجاد علیه السلام به خدای سبحان عرض میکنه خدایا بعضی از اعمال من رو جزاشو به من نشون بده تا شوق پیدا بکنم به این که بدونم که بالاخره جزایی دارد. یه اجمال رو بیان کردن تا حدی اینها رو گفتن تا بفهمن که اینا حکمت دارد. اگر من نمیفهمم، اگر برای من آشکار نیست، اینا حکمت دارد، اینا هر دو. اما حالا اینا همه برای من قابل آر... تازه اینم یه وجهیشه، نه همشه. اونی هم که آشکار میکنن چی هستش؟ یه وجهی از حکمت و علت احکام هستش که بیان شده، نه اینکه همه مصالح اون حکم رو و همه حقیقت اون حکم رو. این حکم از مرتبه خزائن الهی نازل شده اومده تا اینجا شده این امر و نهی و دوباره برمیگرده به مرتبه خزائن و انسان رو با خودش میبره وقتی انسانی که عامل به این میشه تا اونجا میبره. این تنزل این فقط توسط یک انسانی که وحی رو میتونه بگیره با او اخذ میشه، مگه کار سبکیه؟ ما فکر کنیم یه حکمی رو که پیغمبر میفرمایه، یه امری رو که فرمودن اینقدر ساده است که هر کسی بتونه این امر و نهی رو بکنه. این جور امر و نهی که از مرتبه خزائن نازل شده اومده تا اینجا و از اینجا میخواد ببره تا خزائن الهی، این جوریه حکم. لذا گاهی علتش رو، حکمتش رو، مصلحتش رو بیان میکنن تا چی بشه؟ تا شوق به عمل ایجاد بشه برای انسان‌ها که همه در حقیقت کشش این رو ندارن که ندانن. البته انسان‌ها به جایی میرسن، شهودشون به جایی میرسد دیگه این مرتبه رو نمیطلبد، اونا خودشون مشهود براشون حکمت و مصالح اخلاق. لذا برای حضرات معصومین از خود اون شهود اینا نشأت میگیرد، اینا رو طی کردن، یا ابتلاعات اینا تو ناحیه دیگری است. دقت کردید؟ ابتلاعات اینا تو ناحیه دیگری است، غیر از این ناحیه است که برای ماست. اینجوری است که برای همه این ابتلا یک جا یک جور باشد. جهل گفتید که دو طرف داره، یه طرف ادراک جهل. تمام شد آقای سالی، من مظلومم فقط. بعد بفرمایید. یه طرف ادراک جهل یا ادراک عجز، یه طرف عجز از ادراک و جهل از علم. میخوام بگم اون بالاترین مقام هم که نه این اوج مقام اهل بیت باشه که ادراک عجزی اون مقام حیرت رو دارن به اون مجهولات الکون دیگه. اون تا ادراک عجزی که اونا دارن با ادراک عجزی که ما داریم دیگه متعلقش خیلی متفاوته دیگه. یعنی مثلا ظلم و جهل کردن عنوان امیران مؤمنینه. لذا اگر امام سجاد علیه السلام و انا اقل الاقلین انا ازل الازلین، اون در حقیقت نهایت ذلت رو در خودش پیشگاه ربوبی میبیند، عبودیت رو میبیند و ذلت رو میبیند، او ادراک عجز کامله که ذلت ذلت عبودیته در مقابل خدا، ذلت عبودیت در مقابل اوج عظمت. این یافته، یعنی هر چقدر عظمت ربوبیت تو وجودی شعله بکشد ذلت عبودیت شدیدتر میشه، عبدتر میشه. این لذا اونا در اوج عبودیت بودن چون اوج عظمت رو یافتن. این اوج همین در حقیقت نگاه رو ایجاد میکنه که همه وجودش میشه در حقیقت چی؟ اقبلت بکلی الک، خدای با تمام وجود به سوی تو آمدن. این عبودیت محض است که سجد الک چی؟ سوادی و بیازی و خیالی، درسته؟ یا تمام مراتب وجودم، مرتبه عقلم، خیالم و جسمم تمام، سواد که اون مرتبه بدنیه و بیاض که مرتبه چیه؟ سوادی و خیالی و بیاضی که بیاض مرتبه عقله. بله خب میفرماید که حالا بذارید یه خود جلو بریم، خواستم یه نکته تو نکته دیگه در تو علم بگم ولی دیگه نه دیگه نه حیف دیگه شروع بکنیم اونم دیگه بعد دوستان میبرن اون وقت. بعد قول تعالی وسع کرسیه السماوات والارض الکرسی معروفون و سمی بهی کرسی، میگه معروف. ببینید ما یه عرش داریم یه کرسی داریم، عرش نسبتش به کرسی، عرش نسبتش به کرسی، احاطه عرش است بر کرسی، عرش احاطه دارد بر کرسی. مراتب نظام تجردی و نظام عالم وجود از عرش شروع میشه، سماوات سبع هست، بعد کرسی است، بعد عرش الهی است. این مرتبه چینش نظام هستی است. بله حالا این که عرزون سبع هم داریم و دون اون هم در روایات دون عرزون سب هم یه مراتبی ذکر شده، اون هم سر جاش الان مورد بحث نیست. از عرض شروع میشه نقطه صفر وجود، سماوات سب هست که اولین سماعش فرمودن چی هستش؟ سماع دنیاست. بعد شش تا سماع تجردی هم دارد، بعد فوق اینا میشه کرسی، بعد فوق اینا میشه عرش، که عرش مقام علم مطلق حق است در مرتبه قضا، قضا که اون حد ندارد. کرسی مقام علم، چون عرش مقام
علم مطلقی است که به لحاظ در حقیقت چی؟ به لحاظ در حقیقت استوا و سیطره ها، نه علم مطلق بدون این اضافه رو دارد. عرش مقام علم مطلق است به لحاظ سیطره و استوا و حکم، و کرسی مقام قدر علم است، چون دو همه سماوات و کرسی و عرش مراتب علم الهی هست که کرسی مرتبه سیطره حکم است، مرتبه اجرای حکم است، در مرتبه قدر. اینا رو در قد کلی جویاتون باشه، در مرتبه قدر. او در مرتبه چی بود؟ عرش. در مرتبه قضا. لذا حالا تو روایت بیان میکنن نسبت سماوات سب و ارزون سب نسبتش به کرسی نسبت که حلقت فی فلوات، مثل یه حلقه انگشتری میمونه در بیابانها. یعنی اینقدر این نسبت به اونا حقیره. تمام سماوات سب با همه عظمتشون، همه در حقیقت ارزون سب با همه کشش و قوزشون، همه اینا در حقیقت چی هستش؟ نسبت به کرسی که حلقت فی فلوات. بعد میفرماد خود کرسی نسبت به عرش که حلقت فی فلوات، با همه عظمتی که کرسی حالا پیدا کرد، تازه خود کرسی نسبت به عرشیه که حلقت یه انگشترش در بیابانها، که هر کدام تمام سماوات سب اینقدر اینها تقید دارن که تقیدشون نسبت به کرسی، کرسی مطلق نسبت به سماوات است. کرسی نسبت به سماوات چیه؟ مطلقه. هر مطلقی نسبت به مقیدش نامتناهیه، نسبت به مطلق نسبت به مقیدش نامتناهیه، در این که خود کرسی نسبت به عرش چیه؟ مقیده، عالم قدره. دقت کردی؟ و این من شاین الا و این مشاین الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم. قدر معلوم مرتبه کرسیه، اون خزائن مرتبه عرشه. و این مشاین الا عندنا خزائن، خزائن مرتبه چیه؟ عرشه. اون در حقیقت الا بقدر معلوم مرتبه کرسی هستش. اون وقت عالم وجود میشه در حقیقت این سماوات و ارزون و اینا میشن عالم وجود. اینا رو دقت کنید، خیلی چینش در نظام الهی زیباست، و هر کدوم از اینها یک در حقیقت معرفتی و یک در حقیقت احکامی داره که اگر آن زمینه آدم شیفته میشه. بعد دیگه حالا اینجا سوال نداشته باشیم، بریم تا جلو. میفرماد الکرسی معروف و سمیه به هیل تراکمه. بعض میگه از همین کرسی ظاهری که اجزا این کرسی رو که یه تخت باشد، یه تخت کوچکتری نسبت به عرش باشد که تخت او سیطره دارد، از بس این پایه ها و تنه ها و اینها در هم پیچیده شده است و قرار داد تا این محکم باشد، این میشه لتراکم بعض اجزایی به صناعت علا بعضن و را به ما کنی بالکرسی. گاهی در حقیقت کنایه شده بالکرسی عن الملک، از سلطنت، که اینم درسته. فیقالو کرسی الملک، در حقیقت این کرسی ملک یعنی مقدار سعی حاکمیتش. کرسی الملک مثلا فلان ایران کرسی این ملک است، کرسی اون ملک مثلا عراق است. و یراد و منطقت نفوذه ای و متسع قدرته، نه کرسی یعنی به اندازه که جای این میذارن رو زمین، نه کرسی یعنی هیته قدرت و نفوذ. و کیف کام فالجمل عرش برای ملک نیست؟ عرض کردم که عرض تعبیر حالا تعبیری که بخوان حالا دوباره مثلا بخوایم ساده ترش بکنیم، یه موقع میگن که شاه، یه موقع میگن که چی، یه موقع میگن نخست وزیر. نخست وزیر رئیس دولته. حالا الان مثلا تو حاکمیت جمهوری اسلامی بگید ولی فقیه، بگید چی؟ رئیس جمهور. درسته، رئیس جمهور مرتبه کرسیه، ولی فقیه مرتبه چیه؟ عرشه. این تعبیر را توی بعضی تشبیهات میگن، حالا قدیما شاه و نخست وزیر بوده، رئیس الوزراء بوده، میگن شاه مرتبه کرسیه، او حکم کلی رو صادر میکنه، اون شاه عرش است که حکم کلی رو صادر میکنه، اما نخست وزیر و رئیس الوزراء چیکار میکنه؟ اینا اجرایی میکنند، یعنی میره تو اجرا. کرسی مقام اجراست، ولی عرش مرتبه انفاذ حکم است به عنوان صدور حکم، اما این انفاذ حکم است به معنای اجرای حکم. دقیقاً میگه این دو تا تعبیر بالاخره حالا اگه بخواید خیلی دیگه ساده سازش بود. و کیف کان فالجمل السابقه علی هذه الجمله، یعنی میخواد بگه اینا علته. قبلش گفت چی؟ ببینید چقدر زیباست، از اینجا شروع کرد که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکیت خدا. بعد ور فرمود که بعد از لهو، که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، که دنبال اون بود چی هستش؟ دنبالش یعلم ما بین ایدیه و ما خلفهم، که بلا یویتونه به شیئن من علمه، باز چی هستش؟ دنبالش بود. میفرماد اگر میخواد سلطه و سلطنت باشد، اجرای حکم باشد، لازمه اجرای حکم علم است. لذا علم بین له ما فی السماوات و ما فی الارض با وسع کرسی و سماوات و الارض، علم حائل شد و واسطه قرار گرفت که لهو ملکیت مطلق است برای خدا. لا یحیطون به شیء من علم، به صلا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، علم است. بعد وسع کرسی و سماوات و الارض، پس دایره کرسی و عرش
دایره علم است. لذا خود عرش کرسی از مراتب علمه. میفرماد له ما فی السماوات و ما فی الارض تفید ان المراد بسعه الکرسی احاطه مقام السلطنت الالهیه که از لهوش نشأت میگیره. فیتعین، یعنی او هیئت خورده از لهوی مطلق، علم نشأت گرفت و از علم کرسی نشأت گرفت که داره اینجا بیان میکنه. فیتعین للکرسی من المعنا که انه المقام الربوبی الذی یقوم به ما فی السماوات و الارض من حیث انه مملوکه مدبره معلومه. ببینید چقدر تعبیر زیبا، مملوکه مدبره چی؟ معلومه، که اینها سماوات و ارض مملوکن مدبرن و معلوم، و این حیث معلوم بودنشون تدبیر رو به دنبالشون آورد. یعنی اگر اون کسی که در حیث سلطنت و مدبریت اگر علم نداشته باشد، تدبیر معنا نمیده، تدبیر ان علمنه. لذا معلومه باید باشه تا تدبیر صورت بگیرد. لذا علم رو قبل از چی آورد؟ قبل از کرسی آورد که تدبیر باشد. درست تدبیر وسع کرسیه، اما در حقیقت چی؟ علم لایفی طوره مثلا یعلم ما بین ایدیه و ما خلفه رو قبل آورد. فهو من مراتب العلم، پس کرسی از مراتب علم است. و یتعین للسعت من المعنا، میتونی در حقیقت بگیم که از سعه معناش تا کجاست که انها چون دنبالش. اینم خیلی نکته زیبایی است که وسع کرسی و السماوات و الارض لا یعوده چی؟ حفظهما. و لا یعوده حفظهما، چرا لا یعوده حفظهما رو برد که منفیشو تو اینجا آورد؟ تا هیته اون علمو نشون بده که هیته کرسی هیته حفظ است. هیته کرسی هیته چی هستش؟ حفظ است که لا یعود و حفظه ما. حفظ در حقیقت آسمان و زمین، آسمان ها و زمین برای در حقیقت خدای سبحان خستگی آور نیست. لا یعود و زمین رو گاهی یعود و رو به کرسی میزنن، اوج رو گاهی به خدا. البته منافات نداره در طول هم است، اما به خدا زدنش اولاست. لذا میفرماید که و یتعین للسعت من المعنا انه حفظ کل شیء مما فی السماوات و الارض به ذاتهی، حفظ ذاتش و حفظ آثارش، هم ذاتش حفظ میشود هم آثارش حفظ میشود، که این ذات و آثار هم دیگه برای دوستان بارها گفته شده و معلوم است دیگه. ولی ذالک زیله به قوله ولا یعود و حفظه ما. ولا یعود و حفظه ما وقت است یا از آن نشده که ولا یعود و حفظه ما و هو العلی العظیم یقال آده و یعود و عودن از آن سقل علیه و اجهده و اتعبه. این در حقیقت معنای چی داره؟ سختی و اون در حقیقت زحمت رو داره، به تعب آورد او را، به جهد و مشقت آورد او را. میگه برای خدا حفظ آسمان ها و زمین مشقت آور نیست. مثال سادهش، شما اگر توی ذهنتون یک کوهی رو تصور بکنی یا یک کاهی رو تصور بکنی، کدومش سخت داره؟ فرقی نمیکنه. کوه و کاه برای شما فرقی میکنه؟ بله جان، بلندش هم میکنیم تو اونجا، بالا میبریم، یک کیلومتر میبریمش بالا تو ذهنمون، ولی این یک کیلومتر بردنش هیچ سختی ایجاد، نه کاه سخته نه کوه، یکیه برای انسان. از این تأنیسیست برای اینکه خدای سبحان نسبت همه چیز به خدای سبحان چی هستش؟ خستگی آوری. بله ما چون بخوایم اینو حفظ کنیم چون قوای بدنی و زمان میبره برامون خسته میشیم. عرض کردم یه بنده خدایی بودش که میگفت یک کسی اومد خداحافظی کرد از من، خواست بره جبهه. اینو اون کسی که رفته بود جبهه نبود، میگفت وقتی که برگشتم پیش این ولی الهی برگشتم، اونجا گفتش که فلانی وقتی رفتی جبهه، من فلان وقتی که فلان جا گیر کردید من بودم به تو گفتم. یکی همه وقایع رو گفت بهش، بعد گفت یه نفر رو من میخواستم حفظ بکنم تو تمام لحظات، چقدر سخت بود. امام زمان عجل الله که همه هستی حفظش به دوش ایشونه، که از اونجا ارادت رب فی مقادیر الامور تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم شب قدر بر اونا نازل می شود، به امضای اونها و به حفظ اونها حفظ می شود. بکن فتح الله، چقدر ظرفیت وجودی دارد که همه عالم بر دوش اونها و به حفظ اونهاست و حفظ می شود. تفتن خوبی بوده. اصل مسئله این حفظ خیلی در حقیقت برای ما چون زمان داریم، اما اصل ایجادش، نه ایجادش خلاصه خستگی آور نیست. حالا به عنوان فقط انتقال بود. میفرما و ظاهرا مرجع زمین فی یعود و هو الکرسی، ظاهرش اینه. و این جواز رجوع الیه تعالی، البته رجوع به خدا شاید معونه تر باشد. بعد میفرماید و نفی الابد و تعب عن حفظ السماوات و الارض فی ذیل الکلام. میگه این رو آورد، نفی الابد و تعب، نفی کرد بسیار سختی و تعب رو از حفظ سماوات و الارض فی ذیل کلام، لیناسب مفتتح به من نفی السند و النام فی قیف القیومیه. اولش با الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه ولا نوم، سنه و نام ندارد که قیومیت مطلقه است.
و محصر ما تفیده الآیه من المعنا ان الله لا اله الا هو له كل الحیاه و له القیومیت المطلقه. از آن شدهش؟ آره دیگه دیر میشه. بله این بحثش هم بحث خلاصه بندی کل بحث بود که دیگه حالا ایشالله با بحث روایی که در پیش داریم، این بحث روایش بحث مفصلی است دوستان جان. عرش و کرسی رو تو روایت آورده، تو روایت عرش رو نیورده ولی کرسی رو آورده، اشاره به عرش داره. اگه بخوام تفصیلش بدیم باید توحید صدوق رو بخونیم، باید بعد بقا رو بیاریم روایتش رو بخونیم، بعد باید اون رسالت الوسائط علامه رو بخونیم. رسالت الوسائط دوستانی که مایل باشه اونجا در مورد عرش و کرسی چند صفحه مطلب دارد که نکات ناقی البته ان شاء الله وقتای دیگری. بحث خیلی خوبیه اینا، ولی باید در حدی هم باشه که از المیزانم خارج نشیم دیگه، تحفظ بر المیزانم ما داریم. سبب که خود ارتزا با قرآن ارتزا بگو ارتزا من آیه بایه میکنه شما از جایی که ارتزا آخرش میگه بر من بگو، یعنی آخرش میگه بر من بگو چیزی که من میخوام بگو. سلام علیکم.